دو تا اسم، سنوپ داگ و جیسوس کرایست. این دو تا اسم شما رو یاد چی میندازه؟ درسته، لئوناردو داوینچی. ای وات از اپ فام، من الکسام و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من ارتباط این دوتا رو از قبل نمیدونستم، منم مثل شما بودم، هیچی نمیدونستم، ولی بعد از اینکه یک ویدیو خیلی با مفهوم رو توی یوتیوب تماشا کردم کاملا نظرم عوض شد. میریم که ویدیو شیطان مخفی شده در نقاشی شام آخر رو با هم دیگه ببینیم. اگر بعضی از نقاشی های لئوناردو داوینچی را برعکس کنیم اگر بعضی از نقاشی های لئوناردو داوینچی را برعکس کنیم او مای گاد دیگر نزدیک کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر نقاشی های لئوناردو داوینچی رو برعکس کنیم، دولا کنیم، سلا کنیم، برگردونیم و بچرخیم و یک سری ادیت مختلف روش اضافه کنیم، بچه خیلی اتفاقات میفته، به نظر چیز عجیبی میاد. اگر نقاشی را برعکس کرده و بررسی کنیم به بُعد دیگری دست خواهیم یافت که بُعد سوم این نقاشی است. یو. اگر بعضی از نقاشی های لئوناردو را برعکس کرده و به هم نزدیک کنیم اول فشار ترسناک میشه، چهره جدیدی در نقاشی ایجاد شده. دود این اتفاقی که همیشه میفته، یعنی تو هر نقاشی یا برعکس بکنی یه فیس دیگه در میاد و اکثرا هم یه چیزای خیلی ترسناک و وحشتناکیه. تو نبوغ داوینچی هیچ شکی نیست، قطعا یه فکری بوده، ولی تو هر نقاشی الان منم برعکس کن، بذار تو ادیت من خودم برعکس میکنم. ببین چه وحشتناک شد، هنوز ندیدم ها، ولی مطمئنم یه چیز وحشتناکتر از این در اومد. و درست در همین جا این روش را بر روی نقاشی شام آخر اجرا کنیم. هاگرید، هری پاتره مگه؟ اینکه هاگرید هری پاتره؟ خدایا. میبینیم که لئوناردو داوینچی خودش را در این نقاشی پنهان کرده است. داوینچیه؟ این کشف در عین هیجان انگیز بودن کمی ترسناک هم هست. نه بابا، نه هیجان انگیزه، نه ترسناکه، چون عکسه تو میذاری رو هم دیگه و یه چیز دیگه بهت میده. اوکی، باز میخوای عکس خودمو تکرار کنم؟ خیلی خوب بچه ها، لئوناردو داوینچی زنده و حاضر و حاضق جلوتون نشسته و میخواد یه نقاشی بکشه که بهش میگیم شام آخر. نشسته و داره شام آخرش رو میزنه. این شخص کیست؟ این شخص چیست؟ و سکشوال آیدنتیتی خودش رو چی داره در نظر میگیره؟ اینا رو ما نمیدونیم که واقعا به چی فکر میکنه، ولی شام آخرش به نظر بهتره یه چیز خوبی باشه. من فکر کنم مثلا مرغه، فکر کنم. آها خوب شد، شام آخر و یاد این نقاشی های کتاب های مدرسه همون افتادم که اینجوری بود همش. برنجش هم زعفرونیه داداش، بزن شام آخر رو که قراره یک چیز شیطانی از تو این در بیاد. یه سبزی خوردن داریم، این خیار سبزی خوردنه، سبزی خوردن خیار نداره ولی مثلا چیز داره دیگه، تره داره سبزی خوردن. یه لیوانم یه آبی بزن و کره کن دیگه. خیلی خب، ما الان قراره یه سری فرایندها روی نقاشی انجام بدیم، بفهمیم که آیا ما هم پیکاسو نه عزمان لئوناردو داوینچی هستیم یا نیستیم. این نقاشی شما آخره. آیا لئوناردو رکساچی چیزی تو ذهنش بوده؟ شاید به همین سادگی نفهمیم، ولی اگر ما این نقاشی رو برعکس کنیم، نقاط سفید رو پاک کنیم به این شکل و این رو به این شکل بچسبونیم دم این، همونطور که میبینی قیمه ها رو میریزی تو ماستا. این اتفاقی که میفته و این
قیمه ها رو میریزه تو ماستا از قبل پیش بینی شده بود. بچه‌ها این چیزی نیستش که من بگم، این چیزی که داوینچی تو این نقاشیش داره میگه. این خیلی وقت پیش در تاریخ ثبت شده بود که قیمه ها رو بالاخره یکی میاد که قیمه ها رو بریزه تو ماستا. به نظر میتونیم این روی نقاشه خیلی بیشتر میتونیم کار کنیم، بریزی تو مثلا دهن یارو ببینیم میشه بخوره اینا رو. و به این شکل همونطور که میبینید و این خورد، غذا خوردن واجبه و لازمه برای زنده بودن شما، غذا خوردن لازمه، پس غذا بخورید. اینو سالیان پیش داوینچی تو نقاشیش گفته بود و این چیز خیلی ترسناکیه. چیزی که ترسناک است اولفز یک تصویر پنهان شده دیگر، این که اسنوپ داگ آجینا در این نقاشی است، تصویر یک موجود شیطانی. برخی گمان میکنند که این تنها یک اسنوپ داگه، ولی بعضی جزئیات در حدی فوق العاده. آره بابا اینا جیسس کرایست هم شیطان کردن هستند که گویا بابا ردیا ندید از این ویدیوها چیه. تو الان چه ادیتی روی این عکس دادی؟ دقت زیادی ترسیم شده است با اجرای روش آینه روی تصویر عیسی. بابا شورتتم تو این علامت ها رو روش داشته باش، چهار تا شکل داشته باشه، برعکس کنی، دولا کنی، سلا کنی، به خدا شیطان در میاد. که در مرکز نقاشی قرار دارد موجودی را میبینیم که دستهایش بابا به اسنوپ داگ نشون بده روی میز قرار داده است و شاخهای کاملا واضحی را روی سر دارد و گویی با شاخ من دوتا شاخ من دارم که الان در آوردم. اشاره میکند که شروع کنید، مخصوصا شروع کنید انگشتایش تا این حد تیز دیده میشود. تعجب آور داداش تو هایلایت کردی انگشتاشو تیز. در خصوص دیدگاه های من این به خدا اسنوپ داگه. جیسوس کرایست is Snoop Dogg. Yeah, Snoop Dogg is Jesus Christ. خودش حاجی اصلا یعنی بافت موهاش، طرز سیبیل، دهن، دماغ، چشها، پاچیده خود Snoop Dogg. دوستان عزیز خواهش میکنم، تمنا میکنم گول نخورید، گول نخورید، عکس برعکس نکنید، بالا پایین نکنید، چپ راست نکنید، بس کنید.